در خط خبرها. ادامه نارامی نژادی در آمریکا با وجود منع تردد شبانه، معترضان برای هشتمین شب پیاپی به خیابان‌ها آمدند. واکنش‌های گسترده به کشته شدن امام جماعت مسجد وزیر اکبر خان، اشرف غنی هیئت تحقیق تشکیل داد. مذاکره رئیس اجرایی هنگ کنگ با دولت چین بر سر قانون امنیتی جنجالی. منتقدان میگویند مردم این شهر گرفتار دعوای واشنگتن و پکن شدند. و هشدار بریتانیا به چین درباره نقض حقوق بشر در هنگ کنگ. راه اعطای تابعیت به 3 میلیون هنگ کنگی باز می شود. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به اولین بخش خبری زنده امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی. دیشب با وجود مقررات منع رفت آمد در شهرهای متعدد آمریکا، معترضان به تجمع و راهپیمایی ادامه دارند. در مجموع اوضاع دیشب نسبتاً آرام‌تر بود، اما در بعضی از نقاط همچنان زد و خوردهایی بین معترضان و پلیس صورت گرفت و بعضی از فروشگاه‌ها غارت شدند. علی همدانی از هشتمین شب اعتراض‌هایی گزارش می‌دهد که پس از جان باختن یک مرد سیاه‌پوست در بازداشت پلیس آغاز شد. پایتخت آمریکا، شکستن مقررات منع عبور و مرور توسط معترضان. پلیس از ساعت‌ها پیش از آغاز این تظاهرات نده‌های حفاظتی دور کاخ سفید نصب کرده بود، اما جلودار معترضان نشد. شلیک گاز اشک‌آور و پرواز بالگردهای نظامی. گرد همایی معترضان در پایتخت آمریکا نخست در آرامش آغاز شد، اما در تاریکی شب ورق برگشت. گرچه اوضاع آرام‌تر از شب گذشته بود. در نیویورک هم تظاهرات شبانه ادامه داشت. با وجود مقررات منع آمد و شد، تظاهرکنندگان ترافیک را در منطقه منهتن در قلب نیویورک بند آوردند. در تصاویر دیده می شود که معترضان اتومبیل های پلیس را احاطه کردند. گزارش هایی از غارت فروشگاه های گران قیمت مخابره شده. این فروشگاه ساعت های لوکس رولکس که شب گذشته غارت شد. هیوستون در تگزاس شاهد یکی از بزرگترین گردهمایی‌ها بود، جایی که قرار است جورج فلوید به خاک سپرده شود. شهردار هیوستون در میان تظاهرکنندگان از لزوم برخورد با نژادپرستی گفت. 16 عضو خانواده جورج فلوید هم حضور داشتند، از جمله برادر او که از مردم به خاطر حضورشان تشکر کرد، حضوری که خالی از خشونت و درگیری با ماموران پلیس بود. و اینجا لس آنجلس در کالیفرنیا. بعضی از شهرهای کالیفرنیا شاهد درگیری میان پلیس و مردم. در این تصویر خودروی زرهی پلیس در احاطه معترضان. پلیس به معترضی که راهش را سد کرده میگوید اگر کنار نرود ممکن است جانش در خطر باشد. در لس آنجلس غارت بعضی از مغازه‌ها همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها بعضی از مغازه‌داران با تهدید به شلیک توانستند جلوی غارت شدنشان را بگیرند. و اینجا مغازه یک ایرانی مقیم کالیفرنیا. این یک رستوران ایرانی که به آتش کشیده شده. همزمان مقام ها در لاس وگاس میگویند که یک مامور پلیس هنگامی که تلاش داشت معترضان نافرمان را مهار کند به ضرب گلوله زخمی شد. در سن لوئیس هم 4 مامور پلیس در طول شب گذشته هدف تیراندازی قرار گرفتند، اما حالشان وخیم نیست. واکنش ها به اعتراضات آمریکا در جهان ادامه دارد. یک پلیسی با خونسردی تمام در تهران در 31 سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، دولت آمریکا را متهم کرد که معترضان را میکشد و به گفته او زبانش هم دراز است. اعتراضات در آمریکا، دستمایه تازه مقام ها و رسانه ها در ایران برای تکرار مواضع ضد آمریکایی، این بار دیکتاتور خطاب کردن حکومت آمریکا. علی همدانی، بی بی سی. خشایار جنیدی همکارم از واشنگتن با ما هست. خشایار، کمی از آخرین ها بهمون بگو، چه گذشته دیشب در آمریکا؟ خشایار، آیا صدای من رو میشنوی یا نه؟
خب ظاهراً خشایار صدای من رو نمیشنوه. امیدوارم در ادامه برنامه بعدتر بتونیم با او دوباره صحبت بکنیم. اما اجازه بدید چند خبر کوتاه رو با هم بشنویم. سیروس عسکری، شهروند ایرانی که در آمریکا بازداشت و زندانی شده بود، به ایران بازگشت. او که استاد دانشگاه صنعتی شریف است، در آمریکا به تلاش برای سرقت اطلاعات تجاری محرمانه از یک دانشگاه متهم شده بود. آقای عسکری پس از نزدیک به 3 سال در نهایت تبرئه شد. اما بعد از تبرئه، پلیس مهاجرت آمریکا او را برای اخراج در بازداشت نگه داشت. بیشتر گفته شده بود که ممکن است او در جریان مبادله زندانی آزاد بشود، اما ایران میگوید مبادله‌ای صورت نگرفته. یکی از مسئولان سازمان جنگل‌ها در ایران گفته در منطقه خاییز 40% از 100 هکتار جنگل و مراتع منطقه بر اثر آتش‌سوزی آسیب دیده. فریدبرز غیبی گفته هنوز برآورد دقیقی از خسارت وجود ندارد. به گفته او 1,500,000 نفر از مردم منطقه برای امرار معاش به این جنگل‌ها وابستند. بخشی از جنگل‌های زاگرس از چند روز پیش دچار آتش‌سوزی شدید شد. یک قاضی فدرال در واشنگتن، پایتخت آمریکا، دولت‌های ایران و سوریه را به خاطر حملات مرگبار سال‌های گذشته گروه‌های فلسطینی در اسرائیل مسئول دانسته. او به نفع شاکیان پرونده رأی داده و خانواده‌های شهروندان آمریکایی را که قربانی آن حملات شدند مستحق غرامت دانسته، هرچند رقم احتمالی هنوز مشخص نیست. از مجموع 57 شاکی این پرونده، 44 نفر شهروند آمریکا یا آمریکایی اسرائیلی هستند. دولت‌های ایران و سوریه در این پرونده از خود دفاع نکردند. همونطور که پیشتر هم گفتیم، در آمریکا برای 8th پیاپی اعتراض‌ها ادامه داشته. همکارم خشایار جنیدی حالا با من هست، امیدوارم صدای من رو بشنوی. خشایار، پرسیدم که کمی به ما بگو که در شب 8th چه گذشت و چه خبر بود در شهرهایی که همچنان اعتراض‌ها ادامه داشت. مجید، در بسیاری از شهرهایی که در روزهای گذشته شاهد ناآرامی بودیم، عصر دیروز قوانین منع تردد اعمال شد. در واشنگتن از ساعت 7 شب، در نیویورک از 8 شب، در جاهای دیگر همینطور، در لس آنجلس از 6 شب. اما به رغم اینکه قوانین منع تردد برقرار بود و نیروهای پلیس هم در اماکن حساس مستقر بودند، تظاهرات ادامه داشت در این شهرها، چه در واشنگتن، چه در نیویورک، در شهرهای مختلف آتلانتا، فیلادلفیا. و منتها چیزی که به چشم می‌خورد این که میزان تخریب و خرابکاری کمتر بود نسبت به شب‌های قبل، حداقل در واشنگتن اینطور بود. در نیویورک مواردی از غارت فروشگاه‌ها گزارش شد، ولی باز نسبت به شب‌های قبل کمتر بود. از سوی دیگر خشونت‌های زد و خوردها بین پلیس و تظاهرکنندگان هم کمتر بود، هرچند که در مواردی کماکان از گاز اشکاور هم استفاده شد. اما برفرض در همین واشنگتن، در یک راهپیمایی که دیشب صورت گرفت در مرکز شهر، از دانشگاه هاوارد که یک دانشگاهی هست که مختص است به عمدتاً دانشجویان سیاه‌پوست، به سمت مرکز شهر پلیس همراهی میکرد با تظاهرکنندگان. و با اینکه تظاهرات دیرهنگام بود، چند ساعت بعد از استقرار قوانین منع عبور و مرور، اما زد و خوردی به اون صورت نگرفت. آقای ترامپ امروز صبح حدوداً 1 ساعت پیش در توییتر توییت کرد قانون و انضباط، قانون و نظم. قبلا هم گفته بود که من رئیس جمهور قانون و نظم هستم. این در حالی هست که انتقادها از او به 2 علت در روزهای گذشته افزایش یافته. یک، حضور او در مراکز مذهبی مسیحی، چه در روز دوشنبه در برابر کلیسای سنجان در نزدیکی کاخ سفید، بعد از اینکه پلیس با اعمال قوه قهریه تظاهرکنندگان رو متفرق کرد که انتقاد زیادی به همراه داشت، چه دیروز زمانی که به معبد یادبود پاپ ژان پل دوم قدیس رفته بود، که این هم انتقاد سراسخف کاتولیک واشنگتن رو به همراه داشت، هم انتقاد سراسخف کلیسای اپیسکوپال در واشنگتن رو. از سوی دیگر استقرار واحدهای نظامی در واشنگتن که بر اساس اعلام وزارت دفاع آمریکا، یک گردان پیاده از یک پایگاه در نزدیکی واشنگتن نیروهاش به همراه ادواتشون به واشنگتن منتقل شدند، هرچند به کار گرفته نشدند، صرفا در شهر مستقر هستند.
و سوی دیگر واحدهایی از پلیس نظامی دژبان رو از ایالت‌های همجوار به واشنگتن آوردند. این انتقادهایی رو به همراه داشته، از جمله از سوی ژنرال مارک مولن که در زمان جورج بوش و در زمان باراک اوباما فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا بود، که گفت پسران و دختران ما در نیروهای مسلح برای رویارویی با هموطنان خودشون که دشمن نیستن نباید به کار گرفته بشن. و خشای اگه خیلی کوتاه بهمون بگی، آیا میدونیم که برنامه‌ای برای امروز هم برای ادامه اعتراض‌ها وجود داره؟ یعنی درخواستی شده از اینکه اعتراض‌های مسالمت‌آمیزی صورت بگیره یا نه؟ بیشتر تجمعات به صورت خودجوش بوده و در برابر کاخ سفید مردم هستن که میرن، هرچند که بعضی از گروه‌های افراطی تندرو هم متهم به این شدن که در این تظاهرات دست داشتند، اما اونها بیشتر متهم به موارد مربوط به خرابکاری‌ها و غارت‌ها هستند. اما بیشتر تظاهرات خودجوش بودن. من چیزی نشنیدم که احیانا یا بگن نیاین یا اینکه کسی بگه ما می‌خوایم بیایم، ولی هم در واشنگتن طبق روزهای گذشته قرار هست در برابر کاخ سفید باشن، هم در شهرهای دیگه. این یک جنبشی هست که فعلا ادامه داره و به نظر میرسه که در شهرهای مختلف مردم میخوان که نگرانی‌های خودشون رو به این صورت مطرح کنن. ممنونم ازت خشایار جنیدی، همکارم از واشنگتن. رئیس جمهوری افغانستان هیئت 6 نفره ای را برای تحقیق درباره کشته شدن ایاز نیازی از علمای شناخته شده افغان تعیین کرده. آقای نیازی شب گذشته در پی انفجاری در مسجد وزیر اکبر خان کابل که پیش نماز آن بود کشته شد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته. این حمله به صورت گسترده‌ای محکوم شده. علی حسینی همکارم از کابل گزارش می‌دهد. یا الله، در افغانستان مثل ایاز نیازی ما دیگه نداریم. الهی عالمایی که به یهود نصارا خود فروختن. دعا و نفرین عاملان حمله شب گذشته در اندوه ملا امام همین مسجد و در چند قدمی انفجار، انفجاری در منطقه دیپلمات نشین و نزدیک ارگ ریاست جمهوری، به احتمال نزدیک به یقین صدای آن به خوبی به گوش محمد اشرف غنی هم رسیده. خبر کشته شدن ایاز نیازی بسیاری را اندوهگین ساخته. چیق می‌زدم که دکتر صاحب در کجا است؟ ما گفتم میره دیگه سونا پرانده باشه. سعی کردیم که دکتر صاحب به زیر افتاده. بسیار دیگه مایوس شدم و نمو بینندگان محترم تلویزیون ملی افغانستان، روحانی درس خوانده الازهر مصر، فوق لیسانس اقتصاد اسلامی و دکترای روابط بین الملل از دیدگاه فقه اسلامی. در بین شماری از مردم افغانستان او به میان روی دینی مشهور بود. کلمه داعش نیست، کلمه طالب نیست، کلمه افغان نیست. از شورشگری انتقاد می کرد و حضور و حملات نیروهای خارجی بر موازی ملکی را نیز به باد انتقاد می گرفت. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری بر سر جنازه آقای نیازی گفت که عاملین حمله به او نه از دین می دانستند و نه از عرف جامعه. آقای غنی از طالبان خواست که آتش بس 3 روزه عید فطر را ادامه دهند و خود را از حرکات افراطی جدا سازند. حمله شب گذشته را طالبان محکوم کرده و ایاز نیازی را شهید خطاب کردند. امرالله صالح معاون آقای غنی اما میگوید کار طالبان است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان، امریکا، ناتو و ایران هم این حمله را محکوم کردند. علما و روحانیون در افغانستان بارها مورد حملات مرگباری قرار گرفتند. سال گذشته در همین روزها مولوی ریحان از چهره‌های حامی نیروهای امنیتی افغان در مسجد کشته شد. در آن زمان شورای علمای افغانستان اعلام کرد که در 15 سال گذشته 1000 روحانی هدف قرار گرفته و کشته شدند. علی حسینی، بی بی سی، کابل. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای ما امروز. نارامی نژادی در آمریکا با وجود منع تردد شبانه ادامه دارد. معترضان برای 8th شب پیاپی به خیابان ها آمدند.
رئیس جمهوری افغانستان هیئت 6 نفره ای را برای تحقیق درباره کشته شدن ایاز نیازی امام جماعت مسجد وزیر اکبر خان کابل در کابل تعیین کرده. او دیشب در انفجاری جان باخت. کری لم رئیس اجرایی هنگ کنگ به پکن رفته تا درباره قانون امنیتی جدید با رهبران چین صحبت کند. قانونی که بر اساس اون تضعیف اقتدار چین جرم محسوب میشه. هنگ کنگ در شرف تغییرات بزرگی است و بسیاری نگرانند که این سرزمین به جبهه جدید در جنگ سرد بین آمریکا و چین تبدیل شده. دنی وینسنت گزارش میده. اینها اعضای خط مقدم تظاهرات در هنگ کنگ هستند. از ترس دستگیری و شرط مخفی ماندن هویتشان حاضر شدند با ما مصاحبه کنند. یک سال پیش آنها جزء مردم عادی هنگ کنگ بودند، اما حالا چین میگوید معترضانی مانند اینها امنیت ملی کشور را به خطر میاندازند. اگه حزب کمونیست چین بخواد هنگ کنگ را نابود کنه، مردم هنگ کنگ به هر روش ممکن مقاومت میکنن و انتقام میگیرن. هر کاری که بتونیم میکنیم تا اونها توانش رو بدن، از نظر سیاسی، اقتصادی و بین المللی. اگه ما غرق شیم، اونها هم با ما غرق میشن. هفته گذشته چین یک قانون امنیت ملی تصویب کرد که طبق آن تضعیف اقتدار پکن جرم محسوب می شود. بسیاری نگرانند که این قانون هنگ کنگ را تحت کنترل کامل چین در بیاورد. هدف قانون جدید مهار معترضانی مانند این هاست. منتقدان نگرانند هنگ کنگ در شرف تغییری مادام العمر باشه. جزئیات قانون امنیت ملی جدید هنوز مشخص نیست، اما بیم اون میره که هنگ کنگ وارد یک جنگ سرد جدید بین پکن و واشنگتن شده باشه. دونالد ترامپ گفته هنگ کنگ هم مشمول بسیاری از محدودیت‌هایی می‌شود که آمریکا علیه چین وضع کرده، به ویژه محدودیت‌های تجاری. اینجا بسیاری میگویند این واشنگتن است که ثبات هنگ کنگ را به خطر انداخته، نه پکن، شهری که یکی از بزرگترین کانون‌های اقتصادی دنیاست. دولت ترامپ گفت در کنار مردم هنگ کنگ میسته و از اونها حمایت میکنه، اما از طرف دیگه داره مردم هنگ کنگ رو تنبیه میکنه. چین و آمریکا بزرگترین شرکای تجاری هنگ کنگ هستند. حالا این دو کشور بزرگ با هم دعواشون شده و هنگ کنگ این وسط گیر کرده. بلا یک دانش آموز 17 ساله است که میتواند زندانی شود، چون از حامیان خشمگین خط مقدم تظاهرات است. او نگران از دست رفتن هویت هنگ کنگ است. من با آینده بدبینم. حالا که قانون امنیت ملی تصویب شده، چین آزادی و حقوق اولیه بشر را مدام محدود میکنه. وقتی بهش فکر میکنم خیلی ناراحت میشم. دولت هنگ کنگ اصرار دارد که این شهر خود مختاری خود را از چین حفظ می کند. اما بسیاری بیم آن را دارند که استقلال مستعمره سابق بریتانیا نفس‌های آخرش را می کشد. دانی وینسنت، بی بی سی نیوز، هنگ کنگ. همزمان نخست وزیر بریتانیا هم در واکنش به وضعیت حقوق بشر در هنگ کنگ گفته به هنگ کنگی ها اجازه کار می دهد. بوریس جانسون گفته اگر چین به نقض حقوق بشر در هنگ کنگ ادامه دهد، چاره ای ندارد جز این که راه کسب تابعیت بریتانیا رو برای 3 میلیون هنگ کنگی هموار کنه. چین به بریتانیا هشدار داده که در امور هنگ کنگ دخالت نکنه. در حال حاضر 350 هزار هنگ کنگی گذرنامه بریتانیایی ویژه‌ای دارن که با اون میتونن 6 ماه بدون ویزا در بریتانیا باشن. فرهنگ جهانپور، تحلیلگر مسائل بریتانیا از شهر ریدینگ با ما هست. آقای جهانپور، عملاً به نوعی آقای جانسون داره از یک اهرمی استفاده میکنه که چین از اون قطعا خوشش نخواهد آمد. به نظرتون درست هست استفاده کردن از این اهرم در حال حاضر؟ حالا همطور که اطلاع دارین، رابطه بین بریتانیا و هنگ کنگ به دوران امپراتوری انگلستان برمیگرده. یعنی در 1841 بریتانیا، امپراتوری بریتانیا هنگ کنگ رو در به اصطلاح جنگ اول تریاک گرفت و بعد در 1842 این رو به عنوان یک کلونی بریتانیا شناخت. در جنگ دوم تریاک که 1860 برگزار شد، دولت چین یک قرارداد 99 ساله با بریتانیا نوشت که هنگ کنگ جزئی از کلونی‌های بریتانیا باشه.
ولی خب در پایان اون 100 ساله، یعنی در حقیقت 1997، دولت بریتانیا یک قرار جدیدی با هنگ کنگ و چین بست که این رو چین رو هنگ کنگ رو برمیگردونه به چین، منتها بر اساس یک قرار جدیدی که بهش میگن به اصطلاح یک کشور دو سیستم، یعنی این جزء کشور چین هست ولی سیستمش جداست، یعنی از حقوق دموکراتیک و انتخاب و غیره بهره میبره. فعلا دولت چین داره به این خورده میگیره و میگه که این جزئی از چین هست و باید از مقررات امنیتی چین پیروی بکنه. دولت چین هم گفته که، یعنی انتقاد کرده از دولت بریتانیا و گفته این کاری که انجام میخواد بده بخشی از اون رفتارهای استعمارگرانه بریتانیا هست، اما همونطور که گفتین یه رابطه به هر حال رابطه سیاسی شکل گرفته از قبل. چقدر فکر میکنید واقعا چین حرفش میتونه موضع درستی باشه؟ من خیال میکنم که مسلما پس از واگذاری هنگ کنگ به چین، هنگ کنگ از امتیازات خیلی زیاده دموکراسی و آزادی بهره‌مند میشد و اگر جزو کشور چین بشه به طور کامل اون آزادی‌ها رو از دست میده. و همونطور که اطلاع دارین در چند ماه گذشته تظاهرات بسیار مفصل در هنگ کنگ برگزار شده که اینها میخوان این مدت رو تمدید بکنن و نمیخوان به چین برگردن. البته باید در نظر داشته باشیم که همونطور که باز میدونیم در هفته گذشته تظاهرات خیلی شدید در آمریکا بر علیه وحشیگری پلیس آمریکا برگزار شد و اتفاقا تعداد افرادی که کشته شدند در آمریکا در این یک هفته به مراتب بیشتر از کسانی است که در هنگ کنگ در چند ماه گذشته کشته شدند. ولی خب دولت بریتانیا اون رو هنوز به اصطلاح ایراد زیادی بهش نگرفته. من خیال میکنم که اگر میشد همون قرار قبلی رو که یک کشور ولی با دو سیستم ادامه بدن و مردم هنگ کنگ و دولت هنگ کنگ یک مقدار آزادی های بیشتر به مردم میداد، این میتونست یک راه حل نسبتاً دراز مدتی باشه، چون یک دوره 50 سال است، 23 سالش گذشته، 27 سال دیگه باقی مونده تا اینکه این دوران 27 سال منقضی بشه و بعد یک قرار جدیدی با دولت چین ببندن. ممنونم از شما فرهنگ جهانپور، تحلیلگر مسائل بریتانیا از شهر ریدینگ با ما. ایتالیا پس از حدود 3 ماه قرنطینه مرزهای خودش رو به روی گردشگران باز کرد. هرچند توریست هایی که از خارج اتحادیه اروپا وارد این کشور میشن باید خودشون رو قرنطینه کنند. اگرچه با رسیدن فصل تابستان انتظار میره که گردشگری رونق بگیره، این احتمال وجود داره که خیلی از گردشگرا به علت شیوع کرونا از سفر خودداری کنند. 13% اقتصاد این کشور به گردشگری وابسته است. مراکز خرید و کسب و کارهای خصوصی در دبی برای اولین بار در 2 ماه گذشته اجازه دارند تا به طور کامل فعالیت خودشون رو از سر بگیرن. بر اساس دستورالعمل جدید مراکز خرید میتونن از 6 صبح تا 11 شب با در نظر گرفتن شرایط بهداشتی فعالیت خودشون رو آغاز کنند. مراکز خرید دبی ماه پیش باز شدند اما تنها عده محدودی اجازه ورود داشتند. این اقدام در دبی در حالی صورت میگیره که ابوظبی آخر هفته ها مرزهای خودش رو میبنده تا از ساکنان این منطقه آزمایش کرونا بگیره. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که برای اولین بار در 3 ماه گذشته نیروهای روسیه به شمال غربی سوریه حمله کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه هم این خبر رو تایید کرده و گفته جنگنده های روسیه شمال غرب حما رو هدف قرار دادند. نیروهای مسلح اسلامگرا و مخالف دولت همچنان در شمال غرب سوریه حضور پررنگی دارند. حملات هوایی روسیه به این منطقه از زمان اجرای آتش بس در ماه مارس متوقف شده بود. در پی کاهش شمار روزانه مبتلایان به کرونا، بعضی از کشورها به آرامی به حالت عادی برمیگردند. بنگاه‌های تجاری فعالیت محدود خودشون رو آغاز کردن و تجارت بین‌المللی از سر گرفته شده. اما بانک جهانی میگه برای بازگشت به روزهای پیش از کرونا راهی طولانی در پیشه، به ویژه برای اقتصادهای در حال توسعه و وابسته به نفت مثل ایران. شیدا هوشمندی گزارش میده. اینجا در اروپا دولت‌ها در تلاش برای بازگرداندن اقتصاد به وضعیت عادی هستند. وزیر اقتصاد فرانسه در این کافه پاریسی قهوه‌ای برای آغاز روزی نو می نوشد، اما می گوید امیدی به بهتر شدن اوضاع نیست.
اقتصاد فرانسه امسال 11% کوچک خواهد شد، رقمی که در تاریخ معاصر فرانسه بی سابقه است. در روسیه نخست وزیر اخبار منفی هزینه کووید 19 را به رئیس جمهوری گزارش می‌دهد. نزدیک به 500 اقدام برای اقتصاد باید انجام دهیم که 5 تریلیون روبل برای ما هزینه خواهد داشت. رویدادهای ماه اخیر به شدت به زندگی اقتصادی اجتماعی ما صدمه زده است. هیچ اقتصادی در امان نیست، اما بانک جهانی میگوید شرایط برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران دشوارتر از اقتصادهای توسعه یافته است. برای کشورهای در حال توسعه شرایط دو چندان سخت است، چون این کشورها منابع لازم را برای حفاظت از اقتصاد ندارند. بانک جهانی در آخرین گزارش خود درباره بازسازی اقتصاد بعد از کووید 19 می نویسد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه صادرکننده انرژی در مقایسه با بحران مالی سال 2008 آسیب پذیرتر هستند. افزایش بدهی و کسری بودجه اقتصاد آنها را در برابر تلاطم بازارهای مالی تضعیف کرده. یک مشکل این است که درآمد کشورهای در حال توسعه چه از مالیات و چه از تجارت به شدت افت کرده، یعنی میزان بدهیشان قبل از بحران کرونا هر قدر بوده باشد از این به بعد سنگین تر هم خواهد شد. قیمت نفت دو ماه پیش سقوطی تاریخی ثبت کرد، اما حالا قیمتش برای نخستین بار طی 3 ماه گذشته به 40 دلار در بشکه صعود کرده. البته تیزی بحران کرونا زخمی بر صنعت نفت زده که به این زودی ها خوب نمی شود. آژانس بین‌المللی انرژی میگوید مصرف جهانی نفت در سال جاری به خاطر شیوع کرونا نسبت به پارسال 9 میلیون بشکه در روز کم خواهد شد. به همین دلیل بانک جهانی تنها راه رهایی از بحران طولانی مدت اقتصادی برای تولید کنندگان انرژی را عدم اتکا به نفت در کسب درآمد می‌داند. شیدا هوشمندی، BBC. ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید. همیشه میتونید آخرین خبرها رو از وبسایت ما به دست بیارید. البته تصاویری که دیدید تصاویر روباه قرمز بود که قراره در بخش‌های بعدی صحبت‌های راجبش بکنیم. تحقیقاتی است که به نتیجه رسیده. اما ممنون که همراه ما بودید، امیدوارم روز خوبی داشته باشید. تا دقایق دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.